داهی اینا این تو آسایشگاه چاقو کشی کرده؟ هفته ای دو بار خواهرتو به ضرب کش میزد. خواهر منو؟ بله آبجی تو. من نبودم، من هند بودم. ما بمبا رو توی این چهار تا موقعیت کار گذاریم. جنگ مگه؟ جنگ نیست، عقد کنون قدرته. گلدم بله خودتو نشون نده. لو رفتیم. لو رفتیم؟ پیرمرده روی سیبیلش خیلی حساسه. قبل از اینکه کارو شروع بکنیم یه نگاه کرد توی آینه، گفت اینجا چه ذره اضافه داره. این بزرگزه این سیبیل، نه اون سیبیل خودم، لنگه نداره مطمئنم. چون چی کار میکنی؟ شما اومدی از پسش بر نیومدی. لو رفتیم افشینو با موبایل گرفتن. افشینو گرفتن. بابا صد دفعه گفتم بگو فلکه رو ببندم، مگه تو گوششو میره؟ آخه چه رو شکسته؟ افتاد زمین شکست. افتاد زمین یا زدیش زمین؟ نگهبانو به من گفتن وقتی زدیش زمین دوبارم با لگد رفتی روش. آه خودشه، همین بود، همین بابا بود. دایی ما مرامش اینجوریه دیگه، تا یارو نمیدید دلش راضی نمیشد. بشین برو. دایی قوام عشقه، نکره. جان خان، میشه این کلار تا فردا شب نکنی و به من و مادر مرضیه و سارا خانوم و آقا اسدالله یه شام عروسی بدی؟ میشه؟ نمیشه؟ خیالتون راحت باشه، نمیذارم آب تو دلشون تکون بخوره. اومده بودی از آب گلالون ماهی بگیری، قلابت پیش من جا موند. میشستیش خوب؟ میتونم راستشم بهش بگم، بگم چنگیز هیچی رو گردن نمیگیره، اون وقته که تا ابد دستتون به جهان نمیرسه. ضمناً میدونین که دادگاه چنگیز نزدیکه، پس من گوشی رو نگر میدارم تا شما تصمیمتون رو بگیرید. چیه؟ بابا میگم بله محکم بگم. بابا بگی چی شده، من خودم کمکتون کنم. حالا حالا باهات کار دارم کاکلو. سید تو انبار بود، انگشتش لای درگیر کرد. انگشتای قشنگ. چنگیز، چنگیز من رفیقتم، خر نشو چنگیز. این همه سر پروندت کمکت نکردم بابا، اند مرام و رفاقت همینه؟ چنگیز وحشی با تو هم. چی میگی؟ خانوم من همه کارو کرد. اصلا قد کن قد کن قد کن قد کن. یه بند یا دو بند؟ بابا نکن.
اصلا من اصلا نه، من چرا دخالت به خالت بکنم؟ خودتون میشینیم و هم دیگه صحبت میکنیم. بعدش هم بررسی که انجام شد، مراتب را به استحضار این جانب میرسونیم. ملتفت شدین؟ بیا پیش من، من برات توضیح میدم. قانع نشدی من خودم انگشتمو برات قطع کنم. زرنگی بیا اونجا یه بلای سر من بیاری. بلکه دستپولم مساس، بیا اینجا. بگو. بخیم. دیگه گفتم این آدم بشو نیست؟ نمیری بابا. هره حرکتشو ندی؟ حالا از شوخی گذاشتم، اگه اسماعیل نگفته بود که مصطفی جوایر رو زیر کاشی ها چار کرده. سب کنه، تو اسماعیل از کجا میشناسی؟ من فایل مصاحبه رو شنیدم. گوش کن به حرفم. نمیخوام گوش بدم. میگم از کجا مصاحبه رو گیر آوردی؟ اون شبی که تلفن خانم تو گرفتم گفتم میخوام باش مشورت کنم، یادته؟ خب باش مشورت کردم. اونم فایل صوتی رو برام پخش کرد همونجا. سارا برات پخش کرد؟ چرا این کار کردی؟ سارا حتما لازم بوده دیگه. حالا اینا رو ولش کن، گوش کن به من. طرف تو مصاحبه میگه که جواهر رو زیر کاشی‌ها دفن کردن. دیروز که رفتم تو اتاقتون میخواستم ببینم که وقتی اونجا رو سیمان کردن کاشی‌ها رو کندن یا رو همون کاشی‌ها سیمان کشیدن. چه فرقی میکنه؟ خب راست میگه دیگه امید. گوش کن. بابا یه دقیقه ببن ببینم چی میگه. ببن. نه. ببن. باز. چی شد؟ نمیدونم چه اتفاقی یهو جخال دادی؟ نه کاملا غیر ارادی اتفاق. بیا. من بیام؟ آره تو بیا. 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 چنگیز وقتی یه چی سمتت پرت میکنه نباز جخال بدی. من بعد هر چی سمتت پرت کردم باس بخوره بهت. وای میسم میخوره. وای میسی میخوره. کاکلو. داره میگه روزی که اومدن کف اتاق رو سیمان کردن اگه کاشی ها رو کنده باشن ممکنه بنای جواهر رو پیدا کرده باشه، یا مثلا بعد اون لوله کشه. ای لوله کش. چی؟ ای لوله کش. آره دیگه، یه روز رفتم همینو بفهمم، با قاشق رفتم سیمانو بکنم که ببینم کاشی هنوز زیرش هست یا نیست. خب بگو برم. چی پیدا کردی؟ فهمیدی؟ بله. چی؟ کاشی هنوز هست، یعنی جواهر هنوز همونجاست. بیا. من بیا. نه نه خودم بیا. پس چرا گفت رفته تو اتاق دنبال قرمه سبزی و اینا؟ آه دکتر میرزایی سوال میکنم، وقتی که شما جلوی دوربین ایستادین تا افشین خلیق پیدا نشه چیکار داشتین میکردین؟ اینو داشتین بهشون میدادین درسته؟ آقای دکتر، شما به عنوان عضو هیئت مدیره اینجا به تمام قوانین اینجا واقف هستین. خب شما چرا این کار کردین؟ حقیقتش افشین خواهرزاده منه، مادرش هم فکر میکنه اون تو شهرستان داره کار میکنه، اینه که گفتم اینطوری با بچهش در ارتباط باشه. آقای میرزایی، همه ی هیئت مدیره اینجا کس و کار دارن، اگر بنا باشه که یکیشون پاش اینجا بازشه و بخوان موبایل قاچاقی بهش بدن سنگ رو سنگ بند نمیشه. همین آقای کهکشان. شما واقعا میدونستید که نادر برادرزاده ایشونه؟ بله. میدونستین؟ خب ببینید، با اینکه میدونستن ما چه امکاناتی در اختیار نادر گذاشتیم؟ اشتباه هم میکردن، خطا هم که میکردن تنبیه میشدن، انفرادی، اتاق فکر و الاخر. آقای دکتر میرزایی، طبق این اساسنامه قرار ما از روز اول این بود که من به عنوان پزشک کار پزشکیمو بکنم، شما به عنوان کارشناس حقوقی کار حقوقیتون رو بکنید و در کار هم دخالت نکنید. هر کس کار خودش. من به این دلیل که موبایل مخل روند درمان بیمار میشه ممنوع کردم و شما آگاهانه این قانون رو نقض کردین.
نظر قریب به اتفاق هیئت مدیره اینه که خواهرزاده شما 48 ساعت در انفرادی میمونن و بعد از این مجموعه اخراج میشن. خود شما هم تا تعیین تکلیف در این پژوهشکده هیچ سمتی ندارید. هیئت مدیره نظری داره بفرمایید. امکانش هست من چند دقیقه یفشین رو ببینم؟ بعد از اینکه از اینجا اخراج شدن شما در زندان میتونید ملاقاتشون کنین هر چقدر که میخواید. ختم جلسه. این زنگ زده گیر کرده وا نمیشه. آخه چرا این انقدر محکم بستی تو که وا نشه؟ همون موقع خودت گفتی صفر ببر فکر اینجاشو نکرده بودی؟ آره گفتم صفر ببر اما یه جوری ببر که بعدا بتونیم بازش بکنیم. آقا من حرفم هنوز ادامه داره، گوش کن. بگو اساسا این حساب کتابای شما که خیلی احمقانه است. این هیچی، این که چجوری قد سر و تخمین زدین اینم بماند. اسماعیل گفته سال مصطفی نزدیک عیده. خدا بیامرزتش، هرچی خاک اونه بقای عمر ما باشی. سال مصطفی آخه چه ربطی داره به جواهر؟ تو ببند؟ من چرا ببندم؟ این ببنده تو ببند. چرا من ببندم؟ برای که تو واسه بندی. مخه این کار میکنه اما مخه تو کار نمیکنه. مفهومه؟ ممنون. و ببند؟ شما واکو. متشکرم. نزدیک عیده یعنی کیه؟ تو زمستون. الان کیه؟ الان چهارشنبه. یا خدا چهارشنبه است. خدا چی میکنی چهارشنبه؟ آقا قد سایه ها تو زمستون و تابستون با هم فرق داره، اصلا زاویه تابش خورشید هم فرق میکنه. این مال علوم راهنمایی، تو اینم نمیدونی؟ اطلاعات منو زیر سوال نبر. خورشید از این ور داره میتابه، بر اساس این طراحی کردم اونجا رو پیدا کردم. ببند دیگه بابا، تو ببند دیگه. خورشید میتابه به ما، قبول. اینو قبول داری دیگه؟ آره اینو قبول دارم، اما ببین در زمستان خورشید به زمین مایل میتابد، بنابراین طول سایه ها بلندتر است، ولی در تابستان به علت اینکه خورشید عمود میتابد طول سایه ها کوتاه‌تر است. برون که میمردین و زودتر میگفتین نکبت. بیا. آخ نه، آخ دست. نه که مصاحبه اون یارو رو نشنفته بودم و ایلا میگفتم. آخ بس. حالا به تمرگ بچه پر رو ببخشید. از راسته یه نرم تنان. خلاصش این که اونجایی که شما کندین جواهر اونجا نیست، ولی فکر کنم بدونم چجوری باید پیداش کرد. چجوری؟ علوم دبیرستان. خرج داره. خرج داره؟ چه خرج چی؟ یک سوم که عالیه. همین الان دو سیومشو تخفیف داد. واه ریاضی سیوم دبستان، این اصلا این چیز عالیش نیست. تحتی خداحافظ. و؟ آره دیگه از پسش بر اومد به راحتی. نباید از پسش بر میاد. تو اگه اینو محکم بسته بودی نمیتونی از پسش بر بیاد. بفهمی که اینو محکم نبسته، اینو محکم نبسته. اینا رو ولش کن یارو، کنده از کل جواهر یک سومش رو میخواد. یک سوم کلش؟ تو کلن قرار شد به من 100 تومن بدی که اونم شد 50 تومن. حالا میخوای یک سوم کلش رو بدی به اون؟ آقا قدرت. این آفزر کلی بست میشه بابا؟ مرگانو، معلوم نیست. بابا سوختیم، همه از آبی جوش ها که حقتونه، تا شما باشید قدر قدرت قدر قدرت خوب بدید. یه نصف روز من نبودم اینجوری بلو شدید. چه خبرشون اومد؟ چی شده؟ همین لوله که دیشب ترکیده بود. خب؟ شالوله بود دیگه. الان کل پژوهشکده آب سرد نداره، فقط یه خط لوله داره، اونم آب گرم موتور خونه است. خب موتورخونه رو خاموش کن، این آب خنک شده دیگه. موتورش نکبتیه، برای عهد بوغه، با هندل روشن میشه. منم ترسیدم خاموشش کنم دیگه روشن نشه. شالوله بود دیگه، اصلا نکبتی این سیستمش. موتوره عمرش برای 100، 200، 300 سال پیشه. تازه مرادی اومده به من میگه آقا در بیا درجه موتورخونه رو ببریم بالا. من دلم نمیاد. لوکش که میاد الله. لولای اصلی کار هر کسی نیست. برای دوره شاوزوزکه. کاربلدش رحمت شترگلوه که گاو هلندیش مرده، فعلا از حوزکتی نمیاد تهرون. چیکار کنیم؟ اتومبیل بیاد که اینا دیگه چیزی ازشون نمونده. چیکار کنم؟ نمونده.
آسایش کنوبری چی آبخونک دارن افسر؟ اونجا ساختمونش نوسازه، لوله کشیش جداست. چه نمیرانو بعد از چون پس؟ منم همینو میگم به وارسته، میگه مرغابی دیالوگ نگو، مرغانو هرچی کار کنی. افشین برای صبونه آوردم، بلا فاصله در فاصله بگیر، به هیچی غیر از صبونه فکر نکن، همه چیزو به ریلکسیت نگیر پسر، به هیچی فکر نکن غیر از این سینی صبونه. همینقدر که برای دایی دردسر درست کردی تا اطلاع ثانویه تعلیق شده، برای من یکی دردسر درست نکن. من چیشون؟ بشین میشینم تو چی شده دایی؟ ببین من با اختیار تام اینجام، یعنی یه جوری میتونم بدوزمت به این تخت فلزی که تا هفت پشتتم نتونم بازت کنم. خود داییم چی شد؟ تعلیق شده، تعلیق، جدایی موقت از کار به خاطر تو. مگه من نشستم؟ بشین نشستم، نشستم آقا، تو من نشستم. باشه تو بذار باشه، حالا بخور، بذار من برم. حالا دایی به بیشتر بگو دایی چرا آخه؟ به خاطر تو. من چی؟ تعلیق جدایی موقت. حالا دستتو در بیار، بخور بخور بخور، میخوام خوردنی تو ببینم. خیلی خوب میخوری، زود باش بخور. باشه دیگه، نمیخوری. اومده باشم همشو خورده باشم. درست شد؟ چجوری؟ از صبح تا حالا هر جا بردمش نفهمیدن چه شده. دست شما درد نکنه. آقای سمسام، تلفنم مشکل پیدا کرده بود، بهتون دسترسی نداشتم. از این آقا فیض‌الله چه خبر؟ سیبیل چی شد؟ هنوز کنده نشده؟ اینجا چه خبر خانم؟ چرا اینقدر درگیر مویی؟ یه روز کلاگیز، امروز سیبیل، فردام لابد ابروه دیگه. زن و شوهر چی کار میکنین؟ خانم محترم، بالاخره نفرمودین این امید میتونه کاری بکنه، نمیتونه، عرضه داره نداره، قرار بود خبر بدین. من یه بار خدمت شما گفتم منو به اونجا ممنوع ورود کردن، یعنی رام نمیدن. حالا چند ساعت دیگه امید زنگ میزنه به من، گزارش روزانه میده، منم خدمت شما عرض میکنم. تکلیف شما تو همین چند روز معلوم میشه. الان بفرمایید، من کار مهم دارم. چه کار مهمیه؟ نشستن در مورد سیبیل مردم حرف زدن کار مهمیه؟ باز چی شده خانم احمدی؟ هیچی آقا، مهم نیست. بله مهم نیست، سیبیل مردم مهمه، کار ما مهم نیست. نه منظورم اینه که بفرمایی، خودشون تشریف آوردن. نات ویلکام، من اصلا ما این خانم کاری ندارم. من با شما کار دارم، الان میرسم خدمتتون. با شما کاری ندارم آقا فری، اگه میخوایی میتونی تشریف ببری. میشه یه لحظه تشریف بیارین اونجا؟ برای بار صدام دارم به شما میگم آقای پور وزیری، به شما هم میگم، خواهش میکنم، تمنا میکنم، صدا میکنم، وقتی این آقا اومد یه زنگ به من بزنید بگید من نیام. این خواهش بزرگیه. خیر ببخشید، من یه امروز و دیر اومدم اینم، بعد همین امروز بیاد اینجا.
راستش من یه کاری برام پیش اومد، من همین دیر کردم. خواهرزادم که گفتم مام باباش رفتن سفر گذاشتنش پیش من. دیشب نمیدونم چای خورده، هندونه خورده، چی خورده، خلاصه خرابکاری کرده دیگه. بعدم از ترسه که من دعواش نکنم تشکشو پشت رو کرده. هیچ دیگه تا همین چند دقیقه پیش داشت تشکو پشت رو کرده. تشکو پشت رو کرده. خیلی خوب آقای پروزیر، همه ساختمون باخبر شدن. بچه‌ست دیگه، مجبور بوده بعدم تشکشو پشت رو کرده. چرا متوجه نیستی خانم احمدی؟ دارم میگم تشکو پشت رو کرده. چی میگین شما؟ سیبیل تموم شد، حالا نوبت تشکه. بابا تکلیف من رو روشن کنید. همین دیگه، سیبیل، تشک، فیزولا، مواد مخدر، تشکو پشت رو کردن. آفرین آقای پروزیری، خودشه. ولی من چیزی از جزئیات پرونده به شما نگفته بودم. پریسا تو دهن لقی کردی؟ نه به خدا. باز فالگوش وایسادی؟ حالا هر چی. براتون توضیح میدم ماجرا چیه. به کار شما هم مربوطه. ببخشید. الو؟ آقای سمسا، از فیزولا خبری نشد؟ ببینید، اگر زنگ زد با چسب سیبیل و دوربین سری خودتون رو برسونین اونجا، به منم بگین من میام. راستش یکی از همکارا مونی حدس جالبی زده، دعا کنین درست باشه. بله بله، خدافظ. خانم ببخشید، من یه تلفن مهم دیگه بزنم اومدم خدمتتون. باز گفت مهم؟ یکی به من حالی کنه تعریف این خانم از مهم یعنی چی؟ سلام آقای دکتر میرزایی، ببخشید من مزاحمتون شدم، یه سوالی داشتم. خانم احمدی سلام، من خودم 2 دقیقه دیگه با شما تماس میگیرم. ممنونم. آقای دکتر وارسته عزیز سلام، کاش قبل از جلسه با حضور اعضای هیئت مدیره من و شما یک جلسه خصوصی 2 نفره با هم میذاشتیم تا من بدون در نظر گرفتن ملاحظات مفصل در مورد ماجرای افشین با شما صحبت بکردم. من به عنوان مشاور حقوقی پژوهشکده تمام سعی و تلاشمو کردم تا مجوزهای لازم برای راه اندازی این پروژه توسط ارگانها و نهادهای زیرب صادر بشه. منتها صدور تمام این مجوزها و طی شدن مراحل قانونیش منوط به حضور و نظارت دائم یک ضابط قانونی بود، یعنی یک مأمور با تجربه و قابل اعتماد. در غیر این صورت اصلا پروژه راه نمی افتاد. افشین فقط خواهرزاده من نیست، افشین خلیق در حقیقت همون مأمور مورد اعتماد و با تجربه است که مصلحت بود فعلا بدون افشای هویتش توی پژوهشکده حضور داشته باشه. حالا من 2 تا خواهش از شما دارم. اول اینکه به هیچ عنوان هویت حرفه‌ای افشین افشا نشه. دومم اینکه شما همونطور که خودت گفتی به بهانه موبایلی که ازش گرفتین از پژوهشکده اخراج بشه تا شک و شبهه‌ای برای کسی پیش نیاد. در مورد بقیه‌اش هم بعداً با هم صحبت می‌کنیم. حالا دیرم بنا به مصلحت نخواست هویتش فاش بشه. قبول. چرا موبایل بهش دادی؟ من بارها گفتم موبایل روند درمان بیمار رو مختل میکنه. هیچی حالا که گذشت. به نظرم برای اینکه هویت حرفه‌ایش مخفی بمونه باید مثل دیگران باش رفتار کنه. یعنی اون 48 ساعت انفرادی رو باید بره. حالا برای اخراجش بعد تصمیم میگیره. شما تماس گرفته می شود. آقا چایی داشتیم تهیه کننده هست بزنیم. چی؟ تهیه کننده میه کننده کیه؟ بین رد کارتون. بایم اینجا رو سریع نکنیم. رد کارتون. حالا همه واسه ما خواننده شدن. بودو بودو اینا. دیگی دیگی زود کنش. شما هم برگردون. افاده روی گل شما چاش. آبایی کرد. اون کوشارم بگیر نشنفیشی میگی. چیه نگاه میکنی امید؟ دیگه نگاه نمیکنه اشتباه کرد.
الو جلم چهارا. الو امید کجایی بابا؟ ببین هول نکنی یا ولی سعید جریان جواهر رو فهمیده. الان میگی روانی؟ بعد اینکه فایل صوتی رو براش پخش کردی؟ مجبور شدم، یه مسئله بود آرش. مربوط به پرونده جدید آرش. راهی برام نمون آرش خواهم زمنم نمیدونم از کجا ولی خودش یه جوری فهمیده قضیه چی میشون ازش پرمان کرد. بشه شما هم ببنو تا زادم باهوشیه بهش کمک میکنه زودتر پیداش کنه. در راه رضای خدا کمک میکنه؟ همین الان صاف وایسا تو چشای من نگاه کرد گفت یه سوم سهم میخوام. یه سوم منم بده. نمیدونم باشه یه سوم منم بده چیکار کنیم؟ باشه میگم یه سوم منو بگو چشم. من و تو هم دیگه قرار گذاشتیم نصف من نصف تو نصف اون سید 50-50-50. شما اونجا دارین چیکار میکنین؟ چیزی نیست، چنگیز خان داشتن سلام میرسوندن، داشتن سهمشون رو به صورت خیلی دقیق محاسبه میکردن. با آقا چنگیز بگو حالا شما خواهد تموم بکنین، من شر این اقبال خلاص بشم، بعد یه جوری با همدیگه کنار میاین. امید امروز اقبال دوباره با این فریدون گندبک مهربونش اومده بود دفتر. شما اونجا دارین چیکار میکنین به من بگو؟ خیلی کار کردیم، بوم ترکوندیم، محاسبه سایه ها در زمستان، در تابستان، محاسبه سینوس پیاردو سایه ها اینا رو چه به من نگفته بودی؟ میشه محاسبه سینوس پیاردو. سینوس چی چی؟ سینوس پیاردو. حالا ولش کن پیچیده است، به هر حال پیدا نکردیم. تو باید بری از اسماعیل بپرسی که این مصطفی غیر این سایه درخت مصطفی غیر این چی یا نه؟ برو کنم اینا. چی گیر نشونه دیگه مثلا این چی کار داره میکنه قدرت؟ داشت با تلفن حرف میزد. بعد جنگکاری دیشب ترقه و موشک و بمب و لوله و موشک و بمب و موبایل به دستور دکتر وارسه، ممنون المکالمه، ممنون المصاحبه، ممنون الملاقاتی. مرد باش بره بینیم با بره من داره بیانیه صادر میکنه، من آخر بیانیه هم خودم. ای بشه اون روز بزنم تو رو ریخت و قیافه بندازم تا آخر عمرت ممنون تصویر شه. اموال دولت آه فهمیدم. خب کارت تلفنمو برده بریم. چه؟ هیچی، کارت تلفنمو برمیدارم بریم. مادو بیا گرفتار شدیم از دستت. چی میخوای خوب تو اینجا؟ گوشی سوم. ایفر دمت، من اصلا به مخم نکشیدی گوشی سوم داری. تو گهگاه این کلت خوب کار کنه ها، دیروایی داری واقعا؟ گهگاهی گهگاه ببخش من پیامک بدم. چلام چهارا چهار نکنه؟ چی گفتی؟ سلام سارا جان. نه گفتی چهارا. چهارا کیه؟ سارا همچر مهربانم. همچر؟ من ای ولی نمیگن همچر. همچرم آره پریسا جان، یه بار دیگه برو پیش اسماعیل، بلکه به حرف بیاد بتونیم این قضیه رو بدون کمک سعید به نتیجه برسونیم. آره منتظر تمام خبر از تو. خداحافظ. سلام، پای تلفن درست نفهمیدم چی شده؟ عرض کنم چسب یه قلو، چسب دو قلو، چسب چوب، چسب آهن، چسب سنگ، لوله، آکواریوم، هر چی گیرشون اومده چسبوندن شده این سیبیل. حالا خودش کجاست؟ خودش الان تو پاکت پشت میز. تو پاکت؟ بله. آخه مگه آدم میره تو پاکت؟ شما تشریف بیار بالا. چه جوری رفته تو پاکت؟ تشریف بیار. بفرم. واقعا رفته تو پاکت؟ خب الان این تو هم من میتونم باشون حرف بزنم؟ شما میتونی صحبت کن ولی ایشون نمیتونه جواب شما رو بده. نه که چسب و شوره کرده، این لبا به هم چسبیده. ببینم ببخشید این بنده خدا سمسام خیلی زحمت کشید با پنبه الکل و چنگال لبای ایشون از هم باز کرد، ولی چه فایده خانم، زخم زیلی شده اصلا نمیتونه حرف بزنه.
ببینید آقا فیض الله، ما سر قضیه دزدی از وسایل خونه شما به یه نتیجه ای رسیدیم. یعنی اگه حدسمون درست از آب در بیاد، شاید که نتیجه دادگاه یه جوانی که پس فردا برگزار میشه عوض بشه. حاج خانم، من نمیدونم شما پسر جوان دارین یا نه، ولی خب چنگیز خانی هم جای پسر شما چه فرقی میکنه؟ من وکیل همون جوونم. اگه اجازه بدین از بعضی از وسایلتون فیلم برداری بکنیم، شاید بشه برای دفاع تو دادگاه ازش استفاده کرد. البته شما صاحب اختیار اینا، اگه اجازه ندین هم که خب... منظورش اینه ما دلمون میخواست بچه داشته باشیم، ولی قسمتمون نشد. الان هم این جوان ها این بچه خودمون میبینیم. میگه به بچه ها بگو دوربینشون رو بیارن بالا، از هر جا که دوست دارن فیلم بگیر. دست شما درد نکنه، دوربین رو روشن کن. بچه ها همه بیاین بالا. دوربین رو روشن کن. سلام. ما الان تو همون خونه هستیم که ازش سرقت شده. من از این دوستان خواهش کردم بیان اینجا، همه وسایل رو گشتیم ببینیم آسیبی بریدگی چیزی پیدا میکنیم یا نه. حالا شما با من بیان یه چیزی بهتون نشون بدم. با اجازه شما خواهش میکنم. بفرمایید. آقای سمسان بیان به من کمک کنیم. بله بله دارم میام. آقا فیض الله، حاج خانم، وسایل شما رو آوردن، این پارگی بود؟ نه، همه چی صحیح و سالم بود. من از همه کسایی که اینجا حاضر هستن خواهش میکنم به خاطر آینده یه جوون فریب خورده این صحنه رو تو دادگاه شهادت بدن که به گفته آقا فیض الله و حاج خانم وقتی وسایل آوردن اینجا بهشون تحویل دادن صحیح و سالم بوده. این یعنی چی؟ یعنی اینکه قاچاقچی ها بعدن اومدن اینجا رو پاره کردن، مواد مخدر که جاساز کرده بودن با خودشون بردن. چی؟ فیض الله میگه من دهنم خوب بشه میام حتما شهادت میدم. به افتخار آقا فیض الله. یه مامی، ما آدم ها قدر چیزایی که داریم رو نمیدونیم. اصلا همین قضیه آبه بلرمه، به قول یارو گفتنی مفرح ذات است و ماما تو حیا. راستی نبودی یارو گوشیتم یه وزوزی کرد. اسماعیل. اسماعیل؟ اسماعیل چی؟ اسماعیل مرده. مرد؟ خدا بیا مرزتش. همه میمیره. حالا چی کارت بود؟ بابا اسماعیل، اسماعیل سایه درخت. وای بلکل مرد؟ میگم مرد دیگه. حالا چه گلی به سر اون بمالیم؟ میگم این شیطان به سر بدی نیستا، مردیه از خودش. میدونم که میگم. حالا کل این جواره چند سومه مگه؟ من اصلا کمتر بر میدارم. واقعش هم با سید چکشونه میکنیم. خوبه؟ نمیدونم چی بگم، بعدم نیست. باز بخ کرد. بیا نترس، بیا قصه نخور رفیق، درست میشه، قبول کن حرفم دیگه، مرد باش. بین جانسون، بین جانسون، هادی یو فاید. این چی میگه؟ کی رفت مامان به زبان فارسی صحبت نمی کنی؟ میگم که دارین چی کار میکنی؟ نوزه سیدون در فوار دیلو پول جمشیدی بودر رو توایت. وقتی که به زبانهای مختلف مسلط نیستیم با من فارسی حرف بزنیم. جمشید خان که خان شد ما نفهمیم. جمشید آدم باش. جمشید هی اومن ایس فایل دیده استاب دیس لاین. کارتون رو بکنین دیگه. به به آقا جونم در خدمتم. فقط یه سوما
همونم قابل شما رو نداره. تخفیف میدی؟ تخفیفم میدم. تو برو، من میام. میری همون؟ ببینی چه؟ این فلزی آبه تو عمر 30-40 سال طلا پیدا کنه بوق میزنه. تو برو، من میام. ببین، اگه من تونستم پیداش کنم که سهم خودم رو ور میدارم، اگه نتونستم تو پیداش کردی که همش نوش جونت. نظره؟ فقط یه چیز، این که گفتی تخفیف میدی یا اینا، خب یعنی چند درصد؟ چقدر؟ یعنی چقدر تخفیف میدی؟ برو، تخفیفم میدم، چند درصد چقدرشم بهت میدم. خب پس خیالم راحت دیگه. خواهر من، آخه این چه حرفیه شما میزنه؟ خب موبایل دیگه یه وقتی آنتن میده، یه وقت آنتن نمیده، یه وقت هم اصلا شارژ نداره. افشین که نرفت دنبال تفریح، خب مشغول کارش، حالا یادش رفته به شما پیغام بده. آره، نگه تو رو خدا این حرفو. اگه شما مادرش، خب الان داییشم، دشمنش که نیستم، اینجور برخورد میکنی آخه. خواهر من، الان کار برام پیش اومد، بعدم باهاتون صحبت میکنم. چشم، خبری گرفتم حتما میگم. خداحافظ. چی شد؟ قربون، یکی از موبایلای افشین کار کرده. همین که دست سعید بوده؟ نه، یکی دیگه است. یعنی برده تو انفرادی؟ چرا جان؟ سلام، من امیدم. دلم خیلی برای تنگ شده. این شماره من یواشکی. اینکه امیده، یعنی چجوری امید موبایل دار شده؟ بیا، تحت نظر باش. چشم، برو. اون پژوهش کرده چه خبره؟ بیا بیا. شده؟ نظر گوشت، داره بوق میزنه. ای؟ آره، همینجاست. به ساز کوک و ناکوک تو رقصیدم، هنوز این دل الهی خاک بر سرم کنم.